سلام دارم خدمت تمام شما افغان های عزیز و نازنین و هموطن خوبم ام امیدوار هستم هر جای دنیا هستید در پناه خداوند از زندگی خوب و خوش را داشته باشید سلام دیگری دارم خدمت تمام فارس زبان های عزیز در سراسر سر دنیا امیدوار هستم که هم زبان های من هر جای دنیا هستید خداوند پشت پناهتان باشم خوب نازنین ها پیش از دیگه داستان رو شروع کنم یا گب بزنم یا حرف بزنم یا همراه شما صحبتی داشته باشم بیا پیش از او یک تشکری بکنم از شما از یک, یک شما خوبان درباره کامنت های زیبای شما خواهر های زیبا و برادر های عزیزم تشکری میکنم از یک و یک شما خاطر لایک و فالو و سابسکرایب تان تشکری میکنم از کلگیتان، از شما خوبان که عزیزان دل با راهنمایی خود خوبتان بسیار کمک کردین برای خواهرای ما در سراسر دنیا امیدوار هستم هر جای دنیا هستید خداوند یار و نگهدارتان باشه همیشه دعایم با شما هست به خاطر که قدر صادقانه قدر صادقانه و روشن کامنت <متزده> زیبا که یعنی صاحب داستان با ما داستانی را دیروز نشر کرده بودم دیشب با ما در کامنت یعنی در اینستاگرام گپ میزد می گفت باورم نمیشه ای قدر مردم ای ما خواهرای ما در سراسر دنیا ایقدر زود خوب اکتیو باشن و زود کامنت بکنن و نظریات خودشان نوشته کنن و برادر عزیز ما آقای سیاوش درباره داستانی همین خواهر ما که بسیار شکنجه شده بود ما گفتم در ایران بسیار خوب راهنمایی کرده بود برای دخترایی که در ایران هستن و این اتفاقات برش پیش می آیه و این کارا همراهشان می شه تشکر می برادر سیاوش هم زبان ما و نازنین تشکر می که بسیار یک انسان خوب و با قلب پاک هستی البته همه شما البته برادرای ایرانی ما تا جایی را که ما فارسی زبانا را برادرای ما را دیدیم و با اینا گپ زدیم یا یک وقتای همسنفی بودیم یا یک وقتای همسایه بودیم مردم بسیار خوبی هستند تا جایی که بتانن کمک میکنن تا جایی که بتانن دست یک کسی را میگیره که نمیفهمه یا راهی را بلد نیست و یا اه کدام اه درباره کیسشان یا درباره گرین کارتشان ما دیدیم درباره پاسپورتشان که اینا بسیار کمک ها کردن برای مردم ما تشکری می کنم از شما واقعا بعض وقتا که فکر می کنم البته برادرای افغان ما دور از خوبا باشه گفتیم همیشه دور از خوبای ما باشه ما در این نتیجه رسیدیم در جایی که اگر مردم ایران یا همین مردای ایران یا خواهرای ایرانی ما اگر جایی بتانن کمک میکنن اگر بتانن کامنت میمانن و اگر نتانن که بوفا من همی کامنت یک صدمه یا یک کسی را خون میکنه یا کسی را جانا هیچ کامنت نمیکنه این را بسیار واضح براتان میگم باور به خدا کنین این ادمی امریکا که هست دمی لس آنجلس دختر افغان با ما گپ میزد داستانش هم پیشم هست انوز نوبتش نرسیده که من نشر کنم ما بارها در ویدیو ها گفتیم که عروسی کنین دوست بچه پیدا کنین یا در هر جایی هستین در هر سنی هستین فرق نمی کنن. برای خودتان در خانه تنها نشینین آدمی که دختری یا خانمی دختری که از بالای 18 باشه اگر نوز تنها باشه بای فرند نداشته باشه فرند نداشته باشه ازدواج نکرده باشه و یعنی مریض هستم مشکل روانی دارم من این بارها گفتم ده کشور افغانستان رو نمیگم افغانستان با ایران ای دوتا قضیهش فرق میکنه چون اینجا به نام کشور اسلامی ممکن است که برای دخترها بسیار خطرات پیش بیارم ولی دختری با من صحبت میکرد میگفت اما سارا ما در بچه های افغان اعتماد نمیتونم، بچه های افغان هست هر طریقی برای تو صدمه وارد میکنه ولی بچه های ایرانی اگر درست است بعضی هایشان بازی میتنه پول پولت هم میخوره سعی میکنه از گرین تو استفاده کنه گرین کارت بگیره تو رو پس ویل کنه ولی میگفت صدمه یا ضربه آبرو یا جان برات نمیزنه مثلا برای تو کدام ضرری جانی یا ضرر آبرو نمیرسانه در بین ایرانی و افغانی من نمیگم تنها که افغانای ما خیلی افغانای ما همه بد هستن ولی تا جایی که ما در ویدیوها دیدیم در کامنت ها ما زیاتری رو بررسی کردیم و فهمیدیم که مردای ایرانی با مردای افغانی فرقشان چقدر است ما تا حالا ندیدم ما در یک خانم به نام لیلی که این هر روز میاد در لس آنجلس خدا رو شکر چند مدتی است ما کتزی رو که که میبینم مثل یک آدمی که چی بگویم خودش در کدام شاخه و بغل دیوار بیزنه میخواه که یک رقم خودش نشان برمه که من اینجا هستم بیا جنگ کنیم ولی من میفهمم بسیار آدم نادان است که چند وقت پیش بسیار ما درباره همی بخاطر همه خانوم که البته دو سه تای دیگه هم بودن درباره اینا من یک ویدیو جور کردم در تیک تاک خاطر که جنگ بین خانوما بود جنگ بین خانم های افغان و خانم های ایرانی بود خب عزیزان دل ما گفتیم دور از خوبایشان همون قدر که ما در افغانستان خوب و بد داریم اینام هم دارن ما درباره خاله لیلی هم و خانم لیلی یا خانم لیلی زیادتر خود ایرانی ها ایره لیلی میگن نمیفهم که لیلی نامش هسته یا لولو نامش هست نمیفهمم که نام خدا در ویدیو بسیار در فیلتر که میاره بسیار میارا بسیار مقبول است ولی روبرو که ببینی بسیار زنی کلانسین هستند خورد نیستند که ما کم جنگ کردیم و ما یک چیزایی گفتم باور کنین دمی قاتی که ما ایر دوزده زنایی مثل را دوزده بودم نیه خوباره بچه های ایرانی بودن بچه های ایرانی بسیار بودن ولی از تمام ویدیو تا آخر ویدیو که من ببینم چهار تا بچه ایرانی کامنت کردن او را هم یکش گفته خاله را در تیک تاک چی؟ خاله در تیک تاک آمده یکش هم گفته برو خاله سن گذشته یکی دیگه هم دعو نزدن کسی بر من نگفته پای تو لبی گور است برو در زندگیت برست کسی بر من نگفته برو از خدا طلب مغفرت کن کسی بر من نگفته که بهشت تو یا جهنم تو یا ملایتو تو یا عالم تو یا سعید تو یکی از مردای ایرانی بر من همچین گبی نزده خیلی هایشان بر من مسیج کردن که خواهر سارا ما بعد خوب در همه جای داریم ولی شما گفتین زن ایرانی ما گفتیم دور از خوبایشان باش، من برش گفتم گفتم من نگفتیم گفتیم دور از خوبایشان باشم مثلا چهار تا زن میشه زنها 5 پنج تا زن میشه زنها ما ما نگفتیم من خانم الهه که دوست بسیار عزیزم هست یک خانم بسیار محترم خانم بسیار صادق در لس آنجلس هست و دوست بسیار نازنین هست باور کنین ای زن ای قدر یک زن چی بگویم قوی یک زن قدرتمند دروی نیست مثل دیگه کسا باشه پیش روید ما دیدیم بسیار های ها ایرانی رو دیدیم پیش رویت یک چیز میگه دانش نقبا از افغانهای ما بتر میخنده پشت سرتو میگه میرم میشنه چلتا تا غیبت داره میکنه ولی من ای خانم الهه را پنج ساله که میشناسم پنج سال هسته که با هم دیگه دوست هستیم شاید پنج سال زیادتر شوه یا یا یکم کمتر ما تا حالی یک دفعه از این کدام گپ پست و بلندی نشنیدیم خانم دیگه ای که از این بلندتر از خودش بسیار بلند میگیره و خانه داره و شوی امریکایی داره که ما کل ایرانی ها او را مادر ایرانی ها میگم من بسیار تازه اومده بودم در لس آنجلس ای بسیار ما را چند بار میمان کرد و همزبان گفتن ما خانه اینی تقریبا تا شش ماره ای را ای ما سه بار میمان کرد رفت آمد داشتیم میرفتیم رفتیم می, می آمدیم. یک روز با یه خانم آمریکایی گپ زدم گپ میزدم ما تو دوستای آمریکایی بودن همی همکارا تقریبا گفت توی خانم هم میشناسی گفتم ها خانه رفتیم چند بار نان خوردیم گفت میفهمی یک خانم ایرانی که کرد است کردای ایران هست و بسیار یک زنی که چیل چیلو پنج سال است در امریکا که خیلی امریکایی ها سرش اعتماد داره و خیلی ها می یک نفر بسیار کلان است بسیار یک راهنمای خوب برای ایرانی و امریکایی و کلگی را بسیار دوست داره گفت این خانم یک روز آمده بود یک حال راه انداخته بود که یه افغانی هست ایرانی ای نیست چرا میگینی ای افغانی ایرانی هست ایرانی نیست ای افغانی هست لحجه رو ببینین. خودی همی زنی که من دربارش صحبت میکنم که میگم من شش ماه باش کتش رفت آمد و چند بار خانش نان خوردم خود ازی شاید هم میاله افتاد و ساله یا افتاد و پنج ساله زن باشم او وقتی که ما یه زدیم وقت شاید همی افتاد ساله بودن خب اگر ما بعد خوب نداشته باشیم خانومی که یوم خودش هم میگه که همیشه میگه من نمیفهم سی سال هستد امریکاستم چل سال هستد امریکاستم ولی من هم نمیشم چون یک ده سال میشه همراه یک پیرمرد امریکایی آرسی کرده. خب عزیزان دل این ای مرد ده این نتیجه رساند که ببین چقدر انسان ها با هم دیگه فرق دارن. این دوتا مال ایران است دوتایی ای ایرانی هستن. خانم الهه رو ببین و این خانم که نامش رو میبرم میره ای ببین. این رفته خودش از در بین امریکایی ها سبوک کرده. امریکایی ها براش گفته خوب. که چی اگر یه افغانی باشه که چی گفته شما ای را باور نکنین که گفتم من ایرانی هستم ایرانی نیست در حال که او شناسنامه ایرانی مثل شناسنامه امریکا هستن کسی هیچ وقتی او شناسنامه را از اون جمعه اینجا چنج نمیتانم او خانومه که من امرایش گب میزدم او خانومم همو هم وقت همزمان با ایم همش میشناختم بسیار خانومی مومین و بسیار خانومی بود که از کسایی که تنها بودن در لس آنجلس پیدا میکرد که از رفت آمد میکرد و او رو خانش دعوت میکرد و او رو معرفی میکرد میگفت اونو ف... کت فلانی دوست شد و ها ایرانی را باز من را ایرا... ام... کتزی هم گپ میزد این یک کلمه در باری ای گب نمیزد که مثلا خوب یال شاید بعضی هایتان بگوید کجا اتفاق افتاد عزیزان دل ما همکار بودیم یک جای ما یک جای کار میکردیم و بعضی خانمای دیگه تقریبا هم کلاس کالج بودیم ولی از طریق و هم کلاس کالج ما این سیستر که در گپ گفت میزنم خواهر ما که از ایران هست که گفتم ای او گفته بود که ای افغانی هست و اینا ما از طریق همه کالج ما همسنیتی های کالج ما ما اینا رو شناخته بودیم و اینا نوروز ها می میگرفتن و ما او وقت نوروزی افغان ها نمیفهمیدم نمی فهمیدم در کجا میگیره در کجا نمیگیره اینا بسیار یک نوروز ها یک روز بسیار یا شب میگرفتن یا روز بسیار باشکو خاندن های ایرانی و دیجی می آوردن و من می رفتم اونجا که می رفتیم امریکایی هم میامد ما دعوت می کردیم که بیاید محفل فارسی زبان است و بیایی. وای چی میکردم این خانم که حال درباره امی گفته بود که افغانی هست ای بسیار مرا و دخترای مرا در بغل میگرفت و که وای خوشکلای ما آمده که عزیزای ما آمده خانم های آمریکایی هر کس طرفی میدید بعد یک رقم خوب میشناختن که من از افغانستان هستم طرفی میدید و طرف من میدید گبری نمیزد یک روز یکش به من گفت که ایرا میشناسه گفتم آه گفت که کدام ضرری که بر شما این نرس نمیتونه برسانند گفتم چی ضرری گفت یک وقتی مثلا شما را افغانی گفته کدام گبه بد بزنه گفتم نه گفته حالا این اتفاق برتان نافتاد گفتم نه هیچ نامی از افغان بودن ما نگرفته هنوز همیشه فارسی زبان میگه گفت اگه یک وقتی کدام اتفاقی افتاد کدام چیزی برتان گفت اینجا امریکا است. اینجا نه ایران هست نه افغانستان بیا بر ما بگو خانمایی که گپ زد اینا استادای دانشگاه بودن که دکترای سایکولوژی او هم درس میدادن هم دکتر بودن اینا را گرفته بودن آدمای خوردی جوانی نبودن نه سن تقریباً تقریبا با هم دیگه برابر بودن که من هم تو گفت درباره امی خانم دیگه که گفت زد خانم دیگه بسیار یک زن مهربان و زن خوب گفت که ایره همیشه می یامد میگفتی افغانی هست آخر ما جوابش کردیم که از هر جای هست که هست یا حالا که فعلا امریکایی است. چرا که پشت از گرفتی؟ گفت با همون ما میفهمیم می همیشه سعی میکنه که جدا کنه بگو ای افغانی هست ایرانی ای ایرانی نمیفهمون مشکلش چی هست در ای وسط از امو وقتی خانوم پیش ما سبک شد دیگه ای بارها من دعوت کرد من نرفتم آخر یک روز رای مرا گرفت در یک جای در وسط در ویست بود یک جای می رفتیم روبروی شدیم اینا سندمونیکا می شنه. از ما پرسان کرد گفت که چرا از ایرانی بدت می آیم؟ گفتم کی گفتم از ایرانی ها بدت می آیم؟ تمام دوست های ما ایرانی هستن گفت آخی چرا مرا فراموش کردی؟ گفتم فراموش نکردیم همیشه دیادم هستی ولی من مصروف هستم خواهر گفت که مصروفم که باشی خوب میمانی دعوت کنم چرا نمیای من حتی تلفن ایرا بلاک کرده بودم بعد از او قضیه چون من میفهمم امریکایی دروغ نمیگه امریکایی روست خود این نفر اگه بشه میزنه ولی دروی نیستن امریکایی ها طوری تربیه شده دیوانشان در خودشان دیوانه است و اوشیارشان اوشیار است ولی اگه بشینی پیش امریکایی تو یک به گفته ما ها چغولی کنی یا شیطانی کنی بگوی که این نفر بعد است ایره میشناسی؟ اینی اینی کاره است میشناسی؟ و امریکای خودش از تو دور میکنه برای چی؟ میگه این نفر خطرناک است ای ببین در باری چند نفر رو یال گب زد؟ یه تو مردم هستن از شیطانی بعدشان میام. من اینا را سال هاست میشناسم در اه اه اندوستان بودیم من قرار است یک روز یک داستان را از اندوستان باز برتان تعریف کنم در هندوستان بودیم بودیم ما همکار میکردم در در بخش یونسیار دخترم دختر کار میکرد باور که این امینو میرفتن یک شکایت هایی میکردن دختر ما یک دختره که بسیار چی بگویم برتان خانه است که بسیار صادق است. من، اولادای ما تعریف نمیکنم ولی تربیه خوب دادیم برشان. دم جایی که ای کار میکرد ای به ساعت مشکل داشت با اینا اینا میرفتن گروپ گروپ 15 نفر 15 نفر از دیش دختر من شکایت میکرد که ای با افغان خوب رویه نمیکنه رویه چی؟ مثال میامدن ای رو میگفت بگرم کتما خوردن بیا با کتما دوست شو ای میگفت چه جای دوستی نیست ما اینجا منتظر کیس ما هستیم که از کشور براییم اینا اینا بین خودشان میششتن که وی یکشان میگفتن خوب به هر صورت این هم ها بسیار میکردن خودشان خراب کردن اون هم ها بودن خیلی هایشان که تا حال رام که هستن اون هم اونجا بلا تکلیف هستن خاطری که خودشان خراب کردن از بس که رفتن شیطانی ای کردنو، کردن و شیطانی او را کردن اینا از خود ماندگی هستن بعد یک دفعه تکان میخوره که سال تمام شد این همین هم اینجا هم همون قسم است عزیزان در بین ایرانی هم خوب و بد داره در بین افغان هم. ولی در باره جان که گب زدم خواهر ما چند سالی هست میشناسم ما هنوز نشنیدیم که یک روز پیش ما گفته باشه که اونو فلانی ایرانی اونو تو هسته یا فلانی ایرانی اینه تو هسته ولی این خانم ده هر جایی که مرا ببینه اگان نه عکس نشان میتا که هیچ قوارش افغانا نمیخوره میگه میفهمی من اینی را پول کمک میکنم این کجا هست میگم می کجا هست که تو رو کمک میکنی این در افغانستان است خود تو چطوری پیدا کرده ای با ما کانکت شده یک روز یک عکس بر من نشان داد که من این دو غول اولاد کرده برای اولادای عزیز دوگانگی یک قپایسه روان کردم گفتم خب خواهر من تو کاری بسیار خوبی کردی خب یار من پیسه بیت که من روان کنم گفتم مگه خودی من این رقمی هستم که تو پیسه بتان. اما افغانستان که تو بلد روان کنی من وطنم هستم خب خلاصه عزیزان دل گه و رفتم در تعریف و در یک کم غیبت بردم یعنی درباره برادرای ایرانی ما گفتم برای چی این ها یک بار نگفتن که پاید لبی گور است و افغانای ما چی میکنن من البته در ویدیو ما کامنت نکرده یکی دمای یک پیج روان کرده بود که ایره در نام تو جور کردن پیج بسیار ها در نام مجور شده بسیار از اکس های من استفاده کردن و از ویدیوهای من خدا را شکر خیلی ها. در این بسیار منفعات ها بردن نام کشیدن و نمی خب خدا را شکر میکنم که تا این حد رسیدیم که برادر و خواهرای ما یک کمی برش ما فایده رساندیم در اون پیج ویدیوی که دیروز مانده بودم یعنی دیروز صبح مانده بودم دو ساعت بعد و ویدیو را پست کرده بود در فیسبوکش یه پیجش که من خود من هنوز و ویدیوی از پست من ویو نگرفته بود از یوتیوب من و در پیجی باور میکنین از من هنوز چیل ویو نشده بودی دونی مزار ویو گرفته بود بسیار بر من جالب بود رفتم روی کامنت ها که ببینم چقدر من ناسزا گفتن اینا ناسزا میگن رفتم که یک مردکه سن سالش از من بسیار کلان خوب خدا را شکر ما زنها یکم مقبولتر هستیم ما خوب اینا اگر جوان باشه پیر معلوم میشه چون همو پشم و ریش اینا, اینا را کلان سن نشان میده. یک دانه که از ما کلان کله این هر جایی همی صورت اوزان است از بس که چربو داره چی نوشته کرده بوده کامنت برو برو پاید لب گور است برو تو بک خداوند تو رو ببخشه اقدر مرا خنده گرفته که خدا مید میگم خدایا میگه دیگ دیگ میگه سیا حالی اگه من ما پایم لبی گور از تو همچین در بالای گور نیستی ما خو خدا را شکر نه چربو دارم نه کدام مرز دارم نه دیگه دارم شاید از تو یک پنج سال زیادتر عمر کنم تو برو غم خدا بخو بیادر من برو خیم خب خدا بخو که به خدا هیچ چیز در تو نمانده خلاص شده هم یک تکان قلب بیای رفته لبی گور بان کم د تای گور در آمده اینی را مرا به خاطر از تو دیباره زدم روز گفتم اینا ای قدر بد زبان است پس اکی خو هسته مرده که اینه تو کرده ده یک چیز تکیه کرده خب کامنت کرده که برو در عکس روی پروفایل و پروفایل فیسبوکش هم عکس شمانده که از یک طرف رویش گرفته به خدا این قوزان هستن مثل همه بعض گواک است که بسیار چاق میشه گفتم خدایا خدایا همه هر طرف نگاه میکنی همه طرف مردای افغان هم یک نگاه کن اما آدمایشان باشه هم و ایوانایشان سرشان بزن هر مرضی که اینا رو میگیرن خدایا بگیرن ما امین این میگم آخه اینا چی میکنه زندگی کردن نی مفادی امینا در کس میرسه منظورم سود است نی امینا یک فایده در دنیا میرسانه نی در فامیلشان نی در اولادشان نی در جایی که میشنن همینو چی میکنه که در می روی دنیا در روی زمین امی از نعمتهای خدا استفاده کرده خداوند ما را کل دمی... کلش آن همی بداره البته دور از خوبا باشه دمی کدام سیل بتی که همینا را سیل ببره یا شوخوو خو کنه صبح بخیزه که د تحترین برزخ رفته می زمین چاک شده یا همو خانه تکان خورده همینا رفتن به خدا دعایم همیشه اینمی اینا بر از اینا میگم خدای اگر امینا آدم نمیشه خو اینا رو گم کو حداقل نفوس افغانستان کم شوه همین جوانای ما جای اینا رو بگیره که شاید هم افغانستان جور شد باز خودم امین میگم شما مامین بگویین. چی میکنه امینا با خدا امینا امینا انگل جامعه افغانستان هستن انگل جامعه افغانستان اگه اینا انگل نباشن آخی ما چی ضرره در تو ریشک و ریش و پشمی و گزفند رساندیم تو گزفند کابل خواستی چربو خورده گدایی کرده من در لس آنجلس امریکا چقدر با هم دیگه ما دور هستیم که تو میایی میگی پایت لبی گور است برو برو توبکو من نه تو رو خوب در کدام سودا نکدیم یا خوهر را این کارا تو کرده حالا رو چرا تو بکنم ما چی کردیم چهل نفر پنجا نفر همیال از دست من آن میخورم یعنی که پنج فامیل ده نفری را که من ساپورت کنم این همیال از دست من آن میخورم آه من چی گناه کردم که تو بکنم خدای نکرده اگر کدام وقتی لوچ پوشیدم خود خودم مربوط هستم کدام وقتی اگر خنده به جای کردیم اگه آمدیم در سوشال میدیا کدام بیابی کردیم خوب در خودم مربوط هستم چرا تو قدر دم من خوش هستی که تو میگی پاید لب گور هسته بارو توبه اگه ما گفتیم که طالبا انسان نیست و طالبا انسان نبودن و نخواهد شد خود تو را چی ضرر در تو رساندیم خود تو اگر طالب هستی خو انسان نیستی به از او که طالب هم نباشی تو انسان نیستی کاکا اینی رو امروز مقایسه کردم با یک پیرمردی هفتاد ساله ایرانی خو این مرد شاید مثلا پینجا سالش بوده پینجا سالش بود ولی شاید هفتاد نشانش میداد به خاطر که پشم بود تمام سر و صورتش هفتاد ساله ایرانی را من ویدیوی شدیدم که از کربلا آمده بود بچه گزارشگر یک پسر جورنالیست رفته بود میگفت که سلام امو میگفت سلام میگفت از کجا آمدی میگفت از کربلا خب از کربلا آمدی از کجا رفته بودی کربلا رفتم قبر امام حسین زیارت کنم ازش پرسید که امام حسین کی کشته پشت سرش خارد گفت امریکا گفت خ بچه خندید گفتیم امام حسین امریکا کشته گفت آ. یعنی ببین تا او حد رسیده بود هفتاد سالش بود کربلا رفته بود پس آمده بود خبر نداشت که امام حسین کی کشته از بس که مردمشان گفته مرگ بر امریکا مرگ بر امریکا این بنده خدا هم خیال کرده بود که امی حسین هم امی امریکا کشته این برادر ما مامی قسم نه سوادی نه تحصیلی نه یک فهمی نه شعوری تا پدرش بوده پدرش نان داده از پدرش که تیر شده در کشورهای دیگه آمده خیرات اروپایی ها رو خورده یاله هم که چارپلا خو هسته خیرات خورده خب چیزی را که نه کس برای زیاد دادن نه از خانواده ای تربیه گرفته مام از گله ندارم عزیزان مام گله ندارم ولی یه را مقایسه کردم با او مردم که یک مرز با ما وسط هست چرا؟ چون اینا یاد گرفتن که اگر در کسی فایده رسنده خوب برسان با یک کامنت مثال برادر سیاوش ما یا برادر مشتبه ما از ایران که کامنت میکنن راهنمایی نمایی میکنن میگه آن خوهر ده ایران اینی قانون ها وجود داره هر کسی براش اگه اتفاق میفتن دختر سرش تجاوز میشه یا بچه سرش تجاوز میشه اینی قانون ها هستن افغان های ما چی میکنه گوش میکنه گوش میکنه اگه مثلا همین اتفاق در افغانستان از دست یک بچه ایرانی افتاده باشه چیش میشه پوت میگیره دانش و تامید داره دو میزنه ایرانی را نمیگه که اینی قانون است باید اینی تو میکرد اینی مملکت است اینی چی بگوی دیگه از خود میگه بالا تف کنی درویت میخوره پایین درشه خدا را شکر رشمش ندارم تفهم نمیکنم خب عزیزان نازنین ها امروز خواستم درباره یک داستانی که یک خواهر ما کوتا بر من در مسیج نوشته کرده گفته دلت نشر میکنی دلت یا نشر نمیکنی دلت یک خواهر دوی خواهر ما کمی رو گفته در ایران زندگی میکنه و یک خواهر دیگه مام در اینستاگرام بر ما یک پیام بسیار زیبا داده بود او رو گفته بود من هم میگم که داستان مرا نشر کو اگه یک وقت در ویدیویت گفته دلت اگه نگفتی اختیارت خواهر زیبای ما که در اروپا است اول ای رو میگم چون اول مسیج از او بود گفته که من یک دختر افغان هستم که سالها در کویت پاکستان زندگی کردم و فعلا در اروپا هستم و همیشه مخالفت کردیم با زن ستزی. همیشه ما و شوهر من ویدیوهای تو رو میبینیم شوهر ما بسیار یک آدم خوب است و یک آدم بسیار روشن فکر و یعنی آرام است خیلی آدمی مردمدار و اجتماعی هست یک قدر من شوهرم راضی هستم خواهر سارا یعنی نه که ما و شوهرم از او مسلمان های تندرو باشیم که هر جایی یک به دیدیم حمله کنیم هر جای کسی دیدیم نماز نمیخوانه حمله کنیم همیشه شوهرم میگم هم میگم ایسا بدنش موسا بدنش ما به کسی کار نداریم ما تا جایی که میتانیم باید خود ما را انسان خوب بسازیم که یک دو مسلمان دیگه از ما یاد بگیرن میگه شوهر من همیشه مرا میگه ویدیوهای دوست دیدی، امروز ویدیو مانده من هر روز ویدیوی تو رو میبینم و برش میگم ها دیدیم خواهر سارا خواستم یک تعریفی از شوهرم بکنم برتان شما هم همیشه میگین مردای افغان خوب و بد دارم ما میگم ما در افغانستان بسیار وحشی ها زیاد داریم بسیار آدم های وحشی مله های چتل مله و مله بدزبان و نفهم داریم ولی شوهر من ملا نیست شوهر من یک انسان ساده است باور به خدا که صبح من طرف کار میرم دیگه غذای ما رو بر ما جور میکنه بر ما چای آماده میکنه و تمام لوازمی که من کد خود میبرم شوهرم را آماده کرده بر من ما میمونه که مانده نشوی یا اگر ما جور نکنم شاید تو امروز غذا نبری من بسیار ازش راضی هستم سالهایی است که زندگی میکنیم هیچ وقتی من از این مرد تا حالا کدام ظلمی ندیدیم که در حق ما کرده باشه ظالم نیست یک آدم بسیار روشن فکر و آدم بسیار خوب است تشکر می کنم از خواهر ما که یک مسیج بسیار زیبا کرده بود و ما خواستم در ویدیو بگویم امروز ما بارها گفتیم دور از خوبا ما هایی داریم مثل فرهاد دریا در هر کنسردش زنش هم میبره و در کنسرت صدا میکنه زنش و زنش تقدیر میکنه میگه اینی خانوم خانه ماست اینی بانوی ماست که مادر اولادای ما هست این زن ما هست بهترین کس ماست زندگی ما هست. ما افغانهایی داریم مثل خیلی از فرهاد دریاها که بسیار خوب هستن ولی لوچک هم داریم لوچک های ما در جای خودش خوبای ما در جای خوبش ما از خوبات تا حال خیلی یاد نکردیم هرچی ما فعلا فوکس کردیم روی لوچک ها خواهر دیگه ما در ایران که بر ما پیام دادن خواهر سارا ما یک دختری بسیار پدرم پولدار بود در قریه که ما زندگی میکردیم ما بسیار زشت بودم در بین بسته فامیلم دختر دختر افغان است از ولایت زیبای سریپول است عزیزان گفته که در قریه ای که من زندگی میکردم ما ما چهار تا کاکا داشتم یعنی منظور چهار تا عمو و خاله زیاد داشتم و عمه هم تا داشتم چون پدر کلان من دو زن کرده بودن و هیچ بچه کاکا حاضر نمیشد روی ما آرسی کنم و من یک دختر بسیار زشت و سیام بودم و قدم هم کتاب بود کمیال سین و بالا رفته ولی انوزم هم تو رنگ هستم خب خدا هست کرده من راست و من برتان میگم و من سعی میکردم که چی کنم بایی کسی بیگانه هم خو از بیرون من را خواستگاری نمیکنه بچه های کاکا دخترهای کاکا را را میگیره از من خورد خورد ولی کسی سراغ من نمیاد یعنی. میگه اگر روز مادرم مرا را گفتم خاک در سری تو کنم گفتم این قم بچه های کاکای کلشان یک دیگه شان دختر های بچه کاکا را گرفت گفتم هیچ کس طرف تو ندید گفتم تو بد زبانی تو بدگب. میگم من یکم بد زبان و بدگب هم بودم وقتای جوان بودم بسیار پشت خبر و گپ میگشتم میگه یک روز ششتم که خود فکر کردم گفتم راست میگه اگی بچه خلاص میشه یک دانه مقبولش مانده بود که بسیار ساکیت و آرام بودی هر دختر را خوش نمیکرد به خاطر همو مانده بود دخترای کاکا را بسیار دهی پیشنهاد میکرد پدرایشان میگفت نه را نمیگیرم بد رنگ هستا او را نمیگیرم, نمیگیرم خرد هستا او را نمیگیرم او نیتو تو هستا میگه ای یعنی بین بچه های کاکایم ای از همه مقبول تر بود میگه من کد خود گفتم ای خو مرا ایش نمیگیرم من چی برنامه جور کنم که خودم از سر یعنی تب کنم خب داستان میشه دا ما دا در اینستاگرام روان کرده بود گفتی داستان نیست فقط میخوایم در وسط های داستان دیگان دفعه قصه کو بگو خواستن توانستن هستن وقتی که هر چیز را بخوایی دا دست میاری من این را تجربه کردم من هر چی را که خواستیم در زور گرفتم میگه پیش خود فکر کردم گفتم چی کنم خو مره نمیگیرم و دیگرهایش خلاص شد یک دو تانه دیوانه و کرکور مانده که اونام خورد هستن. میگه یک روز که ما زمین داشتیم در سر زمین ها باغ بود و ما هر کدام ما باغای ما جدا جدا بود پدر ما از مادر پدر هم دو زن داشت از مادر کلان ما سه چهار تا بچه داشت و دختر از مادر ما یک بچه داشت و سه تا دختر که او دوتا رفته بود از ما خورد و رنگ من بدرنگ مانده بودم میگه ما او روز که خود فکر کردم گفتم ما باید خود از سر یه تب کنم کاری بکنم که مجبور شوم مرا بگیرم خب میگه رفتم در سر باغ که بچه کاکایم برازی چای بردم چای بردم میگه ای قدر خامتما و چی میگی ما یگان تفهم یگان کس میگه بسیار پایینش نمی نمیبینه بسیار در خودش خوش و پوفکی هستن میگه این ای چای بردم میره صدا کردم بچه کاکای گفتم بچه کاکا چای آوردیم برات گفتم اونجا جوان برو میگه گفتم ای خاک دست یک دفعه نگفت خب، تشکر که آوردی خب باز خانه آمدم در خانه گشتم که چی پیدا کنم یک مقدار کشمیش و نخود کت کشته میگه مادر امروز در خانه نبود زمین ما در جای بود که خانه ما اینجا بود زمین ما در پشت هم خانه ما زمین های ما بود میگه دوباره مقدار کشمیش و کشته گرفتم در اون پلاستیک بردم گفتم بچه کاکا اینی کشته و کشمیش مادرم بر مادرت مانده بود من ما اردم که از هر شکل با مادر بخواه بیا رفتم نزدیکش گفت مرا گفت چه امروز میایی میگه پشت سر ما خوریدم گفتم دیش او تا سوپ تر دیدیم گفت خو چه خاو دیدی گفتم به خدا دیش او تا سوپ دیدیم که مرا ماش میکرده و بازی میکردیم میش بازی میکردیم گفت برو 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 گفتم که بچه کاکا اینجا کسی نیست چی میشه یک دفعه مرا ماش کو خو ها باشم هر باشم دختر هستم گو برو عیفه ماشم نکده که تو رو ماش کنم گفتم خب بچه کاکا چی میشه؟ پشت سر ما خوریدم چادر ما تا کش کردم و مویای ما صاف صاف کردم میگه مرا گفت, گفت میری یا کت بیل بزنم گفتم من نمیرم یک ماش کو باز میرم گفت خدای آخه تو از ماش کردنی؟ گفتم یک ماش کو و خدا دشب بسیار خود دیدیم میگه پیش آمد که گفت یک ماش کنم گو میشی گفتم ما گفت خیلی بیا چشم ما پوت میگیرم میگیرم رو ماش میکنم میگم این چشم چه گرفت مرا ماش کرد و ما ایره ما کم گرفتم خوب عزیزان دل همون جایی دختر یک کاری میکنه که مجبور کتزی بچه بچه, بچه کتزی هم بستر میشد همون سر زمین میگه وقتی که در سر ما تجاوز کرد تجاوز نکرد یعنی من خود ما پشنهاد کردم وقتی که اتفاق افتاد ما گفتم کات من عروسی میکنی گفت گم نمیشی گفتم تو هم رای ما این کار کردی گفت کردیم که کردیم گمشه خودت پیشنهاد کردی گمشه بدرنگ میگم مام شروع کردم در چیر زدن و که بچه کاکایم در سرم تجاوز کرده. میگه یه می میدوید که تو رو خدا چیر نزن خودتو پیشنهاد کردی تو آمی خانه را میگه من فقط هر میزدم که کل فامیل جمع شدم یعنی میگه این داستانی هست که چندین سال پیش اتفاق افتاده ولی خیلی ها زیادش هست میگه خلاصه در خانه ما کلگی جمع شد و مادرم بیرون بود و مادرم آمد چی شده میگه ما تو رو چادر رو در روی من داخته بودم گفتم کلگی میگفت خود چی تو شد چی کار کردی میگفتم هیچ آمد در خانه گفت بر من چای کم هم برش چای بردم وقتی که چای بردم مرخه و داد درونی جوی در سرمت تجاوز کرد کاکایم جمع شدن بچه داشتن گفت چرا کار کردی گفت من نکردم خودش پشنهاد کرده گفت بخی پشنهاد کرده بود تو چی تو جورات کردی سر دختر کاکای دی کار کنی همون او گفت ملا رو اورد نکای مرا بسته کرد گفت مادری دو پایش دهک موزه کرده بود که ما ایران نمیگیرم کاکای ما مرا میزد پدر و مرا میزد میگفت تو بچه تو تجاوز کرده تو میگی من نمیمونم خب بالاخره مرا دایی نکاه کردن و دادن و بالاخره توی گرفتن و مد خانه اینا رفتم ای تا شش ماه ما هر کاری میکردم و پیش خواه نمیکرد روز هر کدام از من میپرسید خوب شوار چطور هست حالا کمرایت خوب هستیم که خود میگفتم این می رو دا دام خود دام خودم انداختیم این در سر من زنم نمیتانه چون پدر من از پدر کلانتر بود خب میگه خواهر سارا زندگی کردیم بالاخره صاحب شش طفل شدیم تا چهار تیفل نکرده بودم و ما اگر نمیزد یعنی طفل چهارم هم در دنیا اومده بود ای فقط من پیشی میرفتم شه می و در بیستره در میامدم بزور در سر یه همو کار میکردم و ای از پیش ما بیستره شه گرفتم میرفت یک طرف در اتاق دیگه خواه میکرد میگفت بعدم میایی سگ بره بعدم میایی میگه اینال ای قدر تای ما با هم دوست هستیم این قدر مرا دوست داره که یعنی بعد از طفل چهارم ما که ما گپ زدیم با هم دیگه دیگه کردیم و همیشه پیش من میگفت چرا این کار در حق ما کردیم میگفتم چی میشه این همه مردا کارش به دلش کرده چی میشه که یک روز یک زن می کارو بکنه کار خوبو کردیم تو رو خوش داشتم در دام خودم انداختیم میگفت به خدا همین که هر وقت پدر و کاکای مرد مد سر تو زن میگیرم تا اینا هست نمیتونم ولی اینا بمره آخر تا روزی که ما طفل ششم و شد که ما بین خود بسیار عاشق و محشوق هم دیگه شدیم پدر من مرد و پدر ای بدن مرد و که حال بسیار در ایران یک زندگی عاشقانه داریم عزیزان دل داستانش بسیار دارستان نبود یعنی مسیجی که برای کرده بود بسیار جالب بود نگهگان دفعه امی داستانهایتان یاد بتین برای امی دخترها بگو چیزی که میخواین به بیارین چرا شیب شیب میکنین چرا یک دفعه شب تالو کدام بچه را خوشتان میای خودتان پیشنهاد کنین بچه ها را بگین کدام دختر خوشتان میای خودتان پیشنهاد کنین زنا را بگوین کدام مردا را خوشتان میای خودتان پیشنهاد کنین بعد من برش میفهمی چی گفتم گفتم تو نمیفهمی دور از خوبایشان باشه افغان ها زیادتر حرامزاده هستن خنده کرد میگه چرا گفتم همه که من اونجا بزنم فردا همین پیشنهاد در خود من میشم میگه خوب شوه گفتم تو نمی من ما با گفته خودشان یک زن پیر کلان که مرا کلشان اونجا بر ما پیام های عاشقانه می باز بلاکش که کردم میره در فیسبوک یک دیگه مرا دو میزنه گفتم که نمی فامی اینا رو نمیشناسی مگه ولی تو اینا رو بگوی خوب است از من خواسته بود من امروز آمدم براتون تعریف کردم یه چیزایی بود که خواهر ما از مشهد ایران بر ما سیمیتری تو ایران مشهد که خودش گفته بر من پیام داده بود که خانه ما در سیمیتری هست زندگی بسیار خوب و خوش رو دارم چند تا اولادای ما در عربستان سعودی هتل دارن از خودشان دو تا بچه هم گفته سه تا بچه هر وقت ایران آمدی ما پیش پای تو گسپند میکشم اگر ما بتانم ایران بیایم عزیز دل که ما چایم که بر ما بانی بسیار برای من خوب هستم تشکری میکنم از شما که قدر لطف و محبت دارید نازنینا، ها تشکر میکنم از خواهر افغان ما که در ایران زندگی میکنه و تشکر میکنم خواهر دیگه ما که در اروپا زندگی میکنه که دو تا پیام بسیار زیبا داده بود و ما با شما شریک ساختم عزیزای دل خداوند یار و نگهدارتان همیشه عاشق باشین و عاشق بمیرین کسی را آزردن نکنین دلی کسی را نشکنین و با زندگی کسی بازی نکنین <applause> شاید دمی روزا یک داستانی را بگویم برتان از یک خواهر ما که هست داستانش پیش ما که میگه با قلب ما یک ایرانی بازی کرد یک مرد ایرانی خودش هم دمی لس هستم عزیزان دل شاید داستانی را برتان تعریف کنم ببینید بسیار دوست داشته ایره ولی ای برادر ایرانی ما بسیار کتزی کارای دختر افغان با بچه ایرانی دوست میشن ولی داستان ای رو باید ما باز داستانش تعریف میکنم برتان که بسیار سرش نامردی کرده آبروی ای رو برده و نمیفهم چی کارا کرده و بعدم بسیار خود از این دور دور گرفته و این دختر بسیار در پشت گریان کرده و بسیار دلش سوخته که چرا کارم را مکد و بعدن هم بعدن 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 بسیار عاشق شده که او وقت دختر دیگه عروسی کرده بودم خب این را داستان شبر من روان کرده بودن که فعلا اینا در لس آنجلس میشن البته قبلا اینا در یک جای دیگه بودن خب نازن اینا تا همینجا با شما بودم در ویدیو مثل دوتا دو تا خواهر ما کدام سرگذشت خوبی دارین جالب دارین در اینستاگرام برای ما پیام بتین که ما اینجا در بعضی ویدیوهای من شما را شریک بسازم شماها را دوست دارم و پیام هایتان بسیار بر من عزیز است زندگی هایتان خوب باشه بر ما بسیار خوشایند است و بعد باشه بسیار قلب من مثل قلب یا بعضی خواهرای ما میسوزه هم برای ما بفرستین و من در ویدیو نشر میکنم و قصه تانه تعریف میکنم خب عزیزان دل خدا رو و نگهدارتان تا برنامه آینده که بازم با شما باشم دعا کنین زنده باشیم و با هم دیگه باشیم و عزیزان که از دردهای هم دیگه از خوشی های هم دیگه خبر داشته باشیم